سلام امیدوارم که خوب باشید ما آرام همچه کوکتل تیم امروز با گرب دیگه در خدمت شما هستیم قرار با هم بررسی کنیم هوشی چند روز گذشته رپ فارسی رو که خیلی حول محور آهنگی هست به نام حله که این روزا خیلی داره سر صدا میکنه توی رپ فارسی اما قبل از هر چیز اگه تازه با کانال آشنا شدید یادتون باشه حتما کانالو سابسکرایب کنید اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و به اشتراک بذارید اگه حال نکردید حتما دیسلایک کنید و رو بنویسید البته دلیل منطقی صحبت دیگه باقی نمیمونه که با هم ویدیو رو داشته باشیم توی فعالیت های اینستاگرامی که بیشتر به دیف داره به جای آهنگ دادن این دفعه هم اومد دو تا فعالیت داشت و یه دونه اول یک سری تیکر انداخت به سروش هیچکس به مناسبت 15 سالگی گروه جادوگران اولین آهنگشون گذاشت و تیکه و به هیچکس انداخت بعد اون اومد ویدیوی گذاشت و اعلام کرد که امیر تتلو آهنگ حله رو خراب کرده و زحمات بقیه آرتیستا رو از بین برده 15 سال پیش در چنین روزی مخلصتون به همراه چنگیز تیمور اولین ترانه جادوگران رو پخش کردیم به نام تصور میخوام یه قسمت از این ترانه رو براتون بذارم بشنوید تصاوی واقعی برای حقوق زن اینو ما تقدیم میکنیم به نون به نرخ روزخورایی که امروز برای ما فمینیست شدن مخلصتون دوستان آیا من تنها کسی هستم که فکر میکنه تتل ریده بود به این آهنگ مشتی توهی و حسین و پیشرو رو زحمت اینا رو هدر داده بود بابا چرا میای توی آهنگ دیریل آرنبی میخونی؟ تو که سرت به کونت داره پنالتی میزنه که قبل از اینکه میای تو آهنگ دیریل یه دوتا آهنگ دیریل گوش بده ببینی دیریل چیه با مت برقی اشتباش نگیری مرسی اه تی ادامه حواشی که سهراب ام جی دو شرب حواشی قبلی دیدیم در رابطه با به هر حال دفاع مقدس و سفرش به خرمشهر یک عکس به این شکل گذاشته بود که میگفتم میرم نقطه مرزی و خوب یک سری حواشی رو راه انداخت چرا چون عکس به یه جوریه که انگار فتوشاپه و خیلی یادش هم می گفتن آقا این فتوشاپه اما اگه خوب دقت کنیم میتونه پورتری بی کیفیت هم باشه که شرایط نوریش خوب نبوده اما قشنگ مشخص نیست که آیا فوتوشاپ بوده یا نه که اگه فوتوشاپ بوده دلیلش مشخص نیست که چرا باید همچین رو به صورت فوتوشاپ گذاشت به هر به این صورت این داستان بود و یک داستان عجیب غریب دیگه هم داشتیم اون هم پست هایی بودن که توی تلگرام سهراب ام و منیجرش یعنی امین گذاشتن اول از همه سهراب ام اومد نوشت به کسی که نمک نشناسه باید فلفل داد از اون هم امین اومد یک پست گذاشت نوشت مثل اینکه بی ترین جای دنیا دست منه حالا معلوم نبود داشتن به هم میزدن به کس دیگه میزدن که خودشون کمکش کردن مشخص نیست این داستان ادامه ای نداشت خب همونطور که میدونید ترک حله منتشر شده داره دو روز و رد میکنه و یک میلیون ویو هم رد کرد و رکورد یک میلیونی رپ فارسی توی یوتیوب دست این ترک سرعتی که داشته و به این حال جایگاه رسیده خیلی اومدن خیلی حرفو زدن خیلی داستانه بود که می‌خوایم با هم اونها رو ببینیم اولش امیر تتلو که بعد از ترک اومد گفت آقا خودم میدونم خوب نبودم توی این ترک اما بقیه هم بعد رو بیتای من بیان اونجا ببینیم چیکار میکنیم و حتی نوشت بعضی وقتا باید باخت تا برد و حتی یه سری پوست عجیب میذاش اینجوری که حتی بیایم یه برنامه بسازیم ترکیب ما چهارتا یعنی حسین و تطلی و توهی و پیشو که حالت یابی باشه و همطور می میگفت که ما دیگه وقتش یکم بریم استراحت کنیم وقتی یه پست گذاشت گفت داغی نمیفهمین من لفت دادم قبل آهنگ میخواستم لفت بدم که صحبت عجیب غریبی بود شاید خدافزی طور بود اما مشخص نیست فکر میکنیم مثلا بد موقع هم هست این داستان چون قرار بود چند تا ترک دیگه مثل گورگسه هم با این ترکیب باشه خلاصه از این داستان بگذاریم بعد این ترک خیلی ها از این ترک حمایت کردن خیلی هم اومدن تیکن داختن و سری حرف رو زدن برای مثال پارسالی اومد همچین استوری گذاشت حمایت کرد از این ترک اما امیر ریبار اومد و یک نقدی و به این شکل اعلام کرد نوشت درست رونالدینیو و روبرتو کالوس و فیگو زیدان استورن ولی الان باید امپاپو و نیمار و جونیور و بقیه تو زمین توپ بزنن با احترام کاملا منظور ریبار مشخص بود به این شکل که گذشته و وقت نسل جدیدی که بیان و به حال عرق بریزن در جواب کاگان یکی از مصرهای هیپوپولوژیست رو نوشته بود که به این شکل بود رفا مریض میپیچم نسخه و اشاره به اینکه دریلی که دارن بچه ها میکنن شاید قدیمی یا اونجوری باحال نیست و رازیش نکرده بود این آهنگ اشکان کاگان رو اپیکور هم توی تلگرامش واکنش نشون داد به این آهنگ قبل از اینکه آهنگم بیاد خیلی مشتاق بودن برای آهنگ و بیدار بودن و داشتن هی پست میذاشتن اما بعد از اینکه ترک اومد همچین پستی رو گذاشتن و نوشتن ورس توهی رو یه سیس نایس بگیری بری جلو ورس حسین که تو هر شرایطی باشی میرینی سر ورس تتل چیل کنی نفس بگیری واسه ورس رضا تو حالت عادی نمیفهمی رضا چی میگه پروف کی هم یک توییت زد و نوشت میزنی املت میزنم کتلت از این بهتر بود دوستی هم با یه توییت نوش حل نیست حالا از این واکنش ها که بگذریم زیر تونه یه سری واکنش داشت همونطور که میدونید حتی تو لایو واکنش به این موزیک داشت که تو یوتیوب خیلیا گذاشتن و میتونید برید ببینید که از آهنگ تقریبا هم خوشش اومده بود و چند وقت قبل یه سری تو تلگرامش کاشته بود راجبه به که همه میگفتن دریل مثل ترپ نیست و قرار نیست موندگار بشه فقط برای نسل چاری هاست. اما خب الان خیلی های دیگه مثل نسلی که اومدن و دارن تو این سبک کار میکنن و بعد از این هم که ترک حل اومد همچین پستی گذاشته نوشت بیایید صادق باشیم سبک دریل نه فقط بازی رو بلکه زندگی خیلی ها مخصوصا آرتیست های نسل جدید رو تغییر داد که اصلا همچین ویوهایی رو تو چند سال بعد میدیدم از این بگذریم کلی انرژی میگیرید شما به عنوان مخاطب اما همه اینها از چیزی بود که شما ترد تمسخر و گفتین موندگار نیست منم دنبال باش دیریل و تو آوردی و جایزه نیستم اما حداقل فش ندید به چیزی که اول شناختی ازش ندارید و تعصبی نباشید شاید اون چیز به تو و همه باشه اگر اجازه و زمان بهش بدی جا بیفته و یاد بگیری به جای هیت خب جا داره اینجا به چند تا نکته اشاره کنم و نظرهای خودم راجع به این داستان میگم اول اینکه دیریل به نظر من خیلی به زبون فارسی میاد و این خیلی خوبه که قدم جا افتاده اما این الان رپ فارسی رسیده به اینجا به خاطر دیریل اصلا نیست داستان چیه همونطور که شما میدونید زمانهای گذشته تا همین دو سه سال پیش که خودمون هم فعالیت ها رو تازه شروع کرده بودیم کسی لینک پلتفرما رو نمیذاش خیلی از آرتیستا تو پلتفرم‌های بین‌المللی نبودن اولین قدم جهانی کردن رپ فارسی حضور توی پلتفرم‌های جهانی و رتبه آوردن اون توی گرفتن ویو یه سری از آرتیستان اومدن حالا به شکل‌های مختلف مثلا پوریا پوتک شروع کرد دیلی ویدیو دادن و یوتیوبش رو قوی کردن کسایی مثل خشار اسوار آلبوم های خوششون رو به آرژی با قیمت های بالا نفروختن و روی اسپاتیفای دادن اون زمان که هنوز انقدر مود نبود که آدم ها بیان روی اسپاتیفای و اونقدر ویوی نداشت امثال تطلو اومدن روی یوتیوب YouTube و یوتیوبشون رو پروموت کردن و این آرتیست ها باعث شدن که پلتفرم‌های جهانی بیشتر دیده بشن وقتی این پلتفرم‌های جهانی بیشتر دیده میشن و اشخاص جدید میان تو این سایت ها مخاطبا میان تو این پلتفرما باعث میشه افرادی که جدیدتر هستن هم وقتی کارشون خوبه دیده بشن بهتر دیده بشن بدون ساپورت عجیب غریب و حمایت سایت ها عجیب غریب و همونطور که یادتون باشه چند سال گذشته که این پلتفرم انقدر جان افتاده بود آرتیست که خوب بودن چون نمی اومدن یا به هر حال شرط بسشون اوکی نبود که بیان تو سایت های مثل رادیو جوان و این حمایت ها رو نداشتن و حتی اینکه پول نداشتن بدن به پیج های رپی که بخوان توی تلگرام کارشون رو بذارن و این حرفا اونجوری دیده نمی شدن و به نوعی آندر ریتد می چون خب به هر حال خیلی ها نبودن توی این پلتفرم فکر می کنم رپ فارسی که الان رسیده اینجا و همین که نسل 4 انقدر داره دیده میشه سببش بچهای هستن که اومدن پلتفرم رو جا انداختن و از آر اومدن بیرون که باعث شد بچهای جدید هم ویوهای خوب بگیرن و حال کنن نمیگم کارشون بد بود و کارشون خوب بود و کار خوبه دیده میشد به واسطه اینکه خیلی افراد جدیدی توی پلتفرما بودن و میتونستن اینا رو حمایت کنن و دیگه فرد سوم لازم نبود دیگه لازم نبود بدی به تلگرام فلان و اینها زمانهای قدیمتر خیلی ها بودن که هیت میشدن مثال اون اولایی که پوبون اومده بود و خب اون زمان ها توی تلگرام و باتا و فلان و این ور خیلی کارهای پوبون رو میشنیدیم یا حتی مثلا ترک هایبچ بچ پارسالی به خیلی دیگه الان این دوتا ترک توی ذهن همه یعنی این دوتا آرتیست توی ذهن همه اما خب پلتفرما جا نیفتاده بود و این آرتیست هم رو اون اوایل او 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 هم شما توی آر جی این اونور نمیدیدی و اینستاگرامشون جایی تگ نمیشد اینستاگرامشون نمیومد بالا پلتفرمشون نمیومد بالا اما همینجور توی تلگرام دست به دست میشد این اونور و این دلیلی که پیشرفتی که الان رپ فارسی داره همه و همه به خاطر اینه که اومدیم روی پلتفرم های جهانی با کارهای بچه ها و همینطور سخت کوشی ها و پرکاری های نسل چهار که باز شد انقدر این داستان ترند بشه و البته دیست و که اونها هم انحصارا از پلتفرما پخش می‌شد. اما از این داستان که بگذریم زیر تونه وانکی دمش گرم یه حرکت باحال زد گفت آقا یکی از فن اومده چیکار کرده یه عکس برای فرستاده این کاور حله که چهار تا از آرتिस्टای نسل جدید توش هستن و خیلی باحال میشه بخوایم این کار کنیم و اگه اسپانسر بیاد خیلی باحال این داستانو بکنیم و کنار خیلی داستان ها و اینو ببریم جلو که بهزال تو این وایس رو شنیده بود و اومد استوری گوش گفت آقا اسپانسر این داستان من میشم حتی سپر خرسن هم دعوت کرد که اگه اسپانسر میشه بیاد و این کار با هم ببرن جلو و در ادامه از زیر وان وانکیت گفت آقا هر چه قدم خرج بشه به, عنوان اسپانسرینگ صرف این میشه که بتونیم بهترین موزیک ویدیو رپ فارسی رو بزنیم و به حال بتره کنیم دیگه من یه وایس از داداشم زیر وان که وانکیت چیدم همین الان براتون پلی میکنم یه عکس فنا دارم برام میفرستن عکس من همون کاور اعتراض حله ولی عکس من با سه تا نسل دیگه و میگن که خدا کنه این اتفاق بیفته این اتفاق با حضور یک اسم ممکنه بیفته اما از نظر اینکه تو چنل یوتیوب کی باشه و اینا بهتون میگم که من خودم حاضرم اسپانسر این داستان بشم هر کی پایست بیا جلو دیگه من دوست دارم اصل 4 بت تر کنه 4 تا رپر خفن در قبالش هم چی میخوام نمیخوام ترک بیاد روی یوتیوب خودم نه روی اسپاتیفای خودم فقط و فقط یا حالت پادکست من و اون چهار نفر دیگه میشینیم راجبه این ترک صحبت میکنیم در کل میخوام از چهار به دیگه پول ها ولی کم این داستان ها اینجوری بود که یه ما دیدیم پوری اومد یک پست گذاشت و تو این پستش یه حرفی رو زد که با هم میخونیم اگر قرار بود واسه پول و معروفتر شدن به هر حرکتی تم بدم که این همه سال داستانم هم طول نمیکشید جز توکل بر خدا سرمایه‌ای در کار نیست هر را باشد توکل کار او دشوار نیست دود اگر بالا نشیند کسر شن شوله نیست جای چشم ابرو نگیرد گرچه او بالاتر است و خب اینجوری گفت آقا ما نمیخوایم بیایم تو این داستان و به نظرم حالا آرمان های خوش داره ولی به نظرم حرکت اشتباهی بود چرا چون یه هرکسی داره اتفاق میفته و بچه ها در کنار هم دارن برای رپ کار میکنن همونطور که آره آهنگ حله خیلی خفن نبود یه سری به وقتی داشتیم ریاکشن می‌رفتیم یا اول گوش می‌دادیم خیلی زوق و شوق داشتیم و هیجان ولی بعد ها که گوش می‌دادیم بیشتر یه سری ضعف توش بود بهترین ورسه همه ارتسه که توش بودن نبود و میتونست خیلی بهتر باشه اما برای رپ یه حرکتی رو کرد اون ویو و و و و, و داستان هایی که همین حرکت نسل 4 هم پشتش داشت یه حرکت مثبتی بود گرچه که کامل کامل نبود و این داستان هم میتونه همون جوری باشه نمیدونم چرا پوری اینجوری تلقی کرد داستانا چون میتونه به نفع همه مخصوصا نسل 4 باشه 4 باشه 4 باشه از اون در آکیو که منیجر پوری هست اومد یک سری توییت زد و حتی یک صورت حساب گذاشت از باقی مانده حسابش که خیلی حرکت عجیبی بود و بهتر بود که این کار رو نمی کرد و بعد اومد نوشتش که پوری آرتیسته و چند برابر این پول در میاره ما لازم به این پول ها و اینا نیستیم و دوباره بس که جا داره بشه اشاره کنم اصلا این بس بسش پول نیست بس اینه که ببینیم قدرت همکاری چقدر میتونه خفن باشه گرچه که میتونن خیلی با هم مشکل داشته باشن و خب ریبار هم از این داستان اولش حمایت کرد و حتی به آکیو که اومده صورت شو شو بود صورت حسابش گوشته بود اومد یه همچین رقم رو گذاشت که قیمت پراید رو نشون میده و نوشت فروتن باش و کلا داستان داشت عجیب غریب پیش میرفت نمیدونم چرا آکیو پور این کار کردن به نظر حرکت باحالی نبود و خب در ادامه یه سری وایس گذاشت زیرو تونه وانکیت که اونا رو با هم گوش میدیم اما نکته دیگه ای که هست چرسی و سوریشی پاپولوژیست به نظر میاد قبول کردن این داستانه که دمشون گرم خیلی باحال میشه که نفر بعدی یانگ باشه یا حتی زیرو که خیلی باحال میشه که یک دختر هم توی این کار باشه و نکته عجیب دیگه هم که داشت دوباره میگم قبل از اینکه وایس سایز زیر تو گوش بدیم آکیو که منیجر پوری باشه گفت آقا من به هزینه خودم اکثر بچهای های ایران هن. یک موزیک ویدیو خفن میبندم که نمیدونم چرا انقدر گارد رو زیرو تو هست به هر حال زیرو تو هر سایدی باشه هر داستانی باشه اونم مخاطبای خودش رو داره این مخاطبا در کنار هم میتونن کارهای باحالتری انجام بدن و بنظرم نظرم یه کوچولو این حرکت از سمت بچه های پوری خود پوری و منیجرش یکم فول بود و من خودم این سیاستشون متوجهش نشدم چون واقعا از لحاظ کاری خیلی باحالن و نمیدونم حالا این اتفاق افتاد میریم و هم گوش بدیم و های زیرتون وان کیدو تو خیلی ناامنی تا صبح میخوای توضیح بدی به خواب فردا باید کتاب بخونی مردم صحبت ها رو میکنن لازم نیست بگم زیر زیرو زیرتون به ازاد لیتو دور تا دور دنیا کنسرت گذاشته چهار برابر آرتیستت پول در میاره مانتی داره یه دیویز شیش باسه بابا بخر ترکتو تو تو دیویز شیش گوش کنه بعد خونه بعد اندازه این دانس پول در بیار بعد اندازه سوراخ باسنت باد معده خارج کن گوز بیبو خودتونید واسه مردم ایران قپی در میکنید ولش کن ما میخوایم یه حرکت جهانی بکنیم نمیخوایم اینجا کل کل به کل, کل های شما تنش بدیم برامو. این توجه های هم که اومد سمت هم بچه ها یه ذره برید اون سمت یه ذره پلی کنید کاراشو آرتیستش حداقل مارتیل سنیلش به من برسه بعد حرف بزنه نمیدونم چجوری رو چه حساب هستن کجای کار اینا دیگه انتخاب نظر با خوبتونه این توجه هم که اومد سمت هم بچه ها یه ذره برید اون سمت یه ذره پلی کنید کاراشو آرتیستش حداقل مارتیل به من برسه بعد حرف بزنه نمیدونم چجوری رو چه حساب کجا کجای کار اینا دیگه انتخاب نظر با خودتونه خب با هم حواشی دیدیم ویسه زیرتون مانکین هم گوش دادیم که اون تیکر رو که داشت مینداخ راجع به پراید خب برمیگرده به یکی از آهنگ های فکر کنم مارگاریتا بود از پوری که توش میگه تو پراید بابام زاکان گوش میده و داشت به اون اشاره میکرد و این حرفا و خب نمیدونم آقا خیلی بهتره این همکاریه نمیدونم چرا حالا اینجا البته که اینم یه وایبی داره میده و این درگیری خودش شاید یه موزیک ویدیو دیگه هم از اونور بده دوتا داشته باشه به هر حال جنبای خودش داره اما یه داستانی که بود یه استوری عجیب غریب داشتیم که نوشته بود بیایم نشون بدیم که دیریل مال کیه صاحب دیریل کیه خب اگه بخوایم با اون منش ببینیم صاحب رپ کیه اصلا یه سری داستان داره اتفاق میفته و اینکه درسته قدرت بچه نسل چهار خوبه و درسته که یه سری چیزها رو دارن جا میندازن و درسته که خیلی قوی هن. نسل طلایی رپ فارسی میتونن باشن اما اینکه اینجوری شاخشونه بکشن برای کسایی که این راهو چیز کردن یا بخوان این اتحاده باعث بشه که یک جنگی بین نسل یک و نسل چهار پیش بیاد به نظرم خیلی چیز مخرب و به درد نخوریه بهتر که این داستان نباشه و اتحاده بین کل رپ فارسی باشه حالا با توجه به اختلاف و کلکلایی که وسطش پیش میاد که منطقیه ولی نه این اینکه بخوان دو دسته ای کنن نسل چهار جدا از نسل یک نسل یک جدا از فلان نه همه سرباز رپ فارسی هن. امیدواریم که این اعتقاد هم شکل بگیره انگای بهتری میاد و امیدواریم که نظر پوری هم عوض بشه چون واقعا رپ فارسی فیت سوریشی پاپولوجیست و پوری و زیر تورنمان به همون فکر میکنم به دکار خیلی بال با میشه خیلی خفه میشه کاش بچه ها این فازا رو نداشته باشن خلاصه دم همشون گرم امیدوارم که هر کاری میکنن کارهای باحالی بدن و باعث پیشرفت رپ فارسی بشن دمشون گرم دم شما هم گرم که تا این لحظه ویدیو رو تماشا کردید امیدوارم حالتون همشه توب خوب عالی و بم باشه تا ویدیو بعدی رپ هوشی بعدی مصاحبه بعدی هر چیز دیگه بعدی سی و